قانون عشق و قانون حیات پسنداز بی قید و شرط عشق در حساب بانک عاطفی و زندگی بر طبق قوانین راستین عشق دیگران را تشویق می کند تا بر طبق اصول اساسی حیات زندگی کنند به بیان دیگر با ایثار بی قید و شرط عشق دیگران را یاری میکنیم تا در پرتوی ارزش واقعی هویت و تمامیت وجودشان تأیید شوند و به احساس امنیت باطنی دست یابند به این ترتیب فرایند رشد طبیعی در وجودشان شدت میگیرد و در حقیقت شرایطی فراهم می شود تا به سادگی بتوانند با قوانین حیات مشارکت ایثار تعدیب نفس و تمامیت وجود در هم آمیزند و بهترین و والاترین سطوح درون را کشف و بر طبق این معیارها زندگی کنند به جای این که از آنان انتظار داشته باشیم که به شرایط و محدودیت های ما واکنش نشان دهند آزادشان می تا از راه نمای درونی خیش پیروی کنند و بدون محدودیت و ممنوعیت فکر و عمل خود را انتخاب کنند این عمل هرگز گواه بر بی دست و پای ما نیست عدم قاطعیت به خودی خود اندوخته حساب عاطفی را به شدت کاهش می دهد و ما به رقم توجیه کردن، تقاضا کردن، محدودیت قائل شدن و نتیجه گیری کردن بدون قید و شرط عشق می پراکنیم. وقتی از اصول اساسی عشق سرپیچی می کنیم، وقتی این موهبت را در تار و پود قیدها و شرایط اسیر می کنیم در واقع دیگران را تشویق می کنیم تا از قوانین اساسی زندگی سرپیچی کنند آنان را در موضع تدافعی قرار می دهیم موقعیتی که ناگزیرند اثبات کنند من به عنوان فردی مستقل از شما ارزشمندم در حقیقت آنان مستقل نیستند بلکه در پایین ترین سطح پیوستار بلوغ جای دارند این کسان به جای اینکه به توصیه های راهنمای درون ارج نهند و به آن گوش بسپارند موضع دفاعی اتخاذ می کنند تقریبا دشمن محورند دفاع از حقوقشان را مرکز توجه قرار می دهند و در صدد یافتن مدارکی هستند که به شخصیت والایشان تأکید ورزد سرکشی و تمرد کور ذهنی نیست که کوردلی است هدف اندوختن است اندوختن مداوم و به قید و شرط عشق دا شد دبیر کل پیشین سازمان ملل متحد گفته نقض و جالبی دارد خدمت کامل و تمام ایار به یک فرد بسیار خردمندانه تر از تلاش و کوشش سائیانه است که در جهت رستگاری توده مردم باشد منظورم این است که شما ممکن است پنج شش یا هفت روز هفته را کار کنید و هشت ده یا دوازده ساعت از هر روز خود را به هزاران فرد یا طرح مختلف اختصاص دهید ولی با وجود این از رابطه عمیق و پرمعنا با همسر فرزندان و دوستانتان محروم باشید احیای هر یک از این روابط بسیار ارزشمندتر نیرومندتر جسارت و متواضعانه تر از ادامه کار برای آن طرحها و یا افراد است در تمام مدت 25 سال مشاوره با شرکت ها و سازمان ها بارها و بارها تحت تاثیر این گفته نیرومند دا کامرشولد قرار گرفتم بسیاری از مسائل شرکت ها و سازمان ها ناشی از مشکلات ارتباطی در سطح بالا است. بین مالک و مدیر شرکت، بین مدیر و معاونت اجرایی و مناسباتی از این دست پرداختن به حل و فصل این گونه مسائل بسیار ارزنده تر از کار مداوم و سایانه است که صرف افراد و ترهای فراوان شود. نخستین بار که با عبارت دا کامرشولد مواجه شدم در تشکیلاتی کار می کردم که انتظارات من و معاونم نسبت به هم مبهم و ناشناخته بود ما بر سر اهداف ارزشها، ها ها و به خصوص های اجرایی انتظارات متفاوتی داشتیم و من جرأت جسارت و اشاره به این اختلاف نظرها را نداشتم بنابراین ناگزیر از هر گونه برخورد و آشفتگی میکوشیدم تا از هر حیث مصالح و مماشات کنم پس از مدتی احساسات تبد و ناگوار بر هر دوی ما غالب شد پس از خواندن این عبارت که به طور کامل در خدمت کسی بودن خردمندانه تر از آن است که زحمت و مرارت مدامی است که در جهت رستگاری توده مردم باشد به شدت به فکر افتادم که رابطه را با او احیا کنم اما قبل از هر چیز باید در خود جسارت می آفریدم و چون فولادی آب دیده می شدم زیرا می دانستم که مطرح کردن موارد اختلاف و درک و تعهد نسبت به آن کار شاق و دشوار است او مرد خشن و نامهربانی می نمود و در شیوه کار خود محکم و استوار بود تا بدانجا که از تصور رویارویی با او بر خود می لرزیدم. با وجود این به توانایی ها و قدرتمندی های وی در محیط کار نیاز داشتم و بیمناک از اینکه مبادا برخوردم با وی روابط موجود را به مخاطره بیفکند و, نتیجتا چنین اهرم نیرومندی را از دست بدهم عاقبت با توسل به یک سری تمرین های ذهنی در خود جسارتی پدید آوردم و اختلاف نظرهایم را با او در میان گذاشتم و با کمال تعجب دریافتم که او نیز در تمام این مدت احساس مشابهی داشته و همواره چنین گویی را آرزو می کرده است افسون بر این برخلاف تصورم او فردی آرام گسترش پذیر و بالنده بود در این حال شیوه ما در اداره شرکت به کلی تفاوت داشت و این تفاوت تأثیر قابل توجهی بر کارایی شرکت گذاشته بود پس از باز کردن مسائل هر دو اعتراف کردیم که عدم سازگاری ما سبب مشکلاتی برای شرکت شده است پس از چند بار مذاکره در فضایی سرشار و صمیمیت و احترام متقابل مسائل جرف سری به سطح آمد و حل و فصل شد به این ترتیب موفق شدیم که با انسجام تیمی نیرومند و مکمل دوش به دوش یکدیگر و به گونه مؤثر به کارمان ادامه دهیم و توانایی را صد چندان کنیم پدید آوردن اتحاد و اتفاق لازم برای اداره مؤثر خانواده زندگی زناشویی کسب و کار قدرت و جسارت فراوانی میطلبد مهارت در بکارگیری تکنیک ها و ترفندهای اداری برای پیشبرد کار آهاد مردم هرگز نمی کمبود منش فردی را در توسعه روابط جبران کند. برای ایجاد روابط موثر با هر کس ناگزیریم که بر طبق قوانین اصلی عشق و حیات زندگی کنیم.